صحبت های ناروا و ایشون هیچی نگفت، فقط نگاه کرد، ولی از خشم یعنی از ناراحتی اشک به چشمش آمد، ولی هیچی نگفت، فقط تو چشم اون نگاه کرد که شاید اون خجالت بکشه. و همین بود که بعد از فوت ایشون مشاهد بودیم که در مقبرهشون خیلی از افراد آمدن و نوشتن که ما آمدیم برای اینکه طلب آمرزش بکنیم، آمدیم طلب عفو بکنیم. مثلا یکیشون نوشته بود من کسی بودم که بزرگترین مبارزه رو با تو کردم، من رو ببخش، چه اشتباهی میکردم. افرادی بودن که از مخالفین سرسخت بودن و توی سالگردها آدم میبینه میان و اشک میریزن. مهندس بازرگان نمونه یک شخصیت واقعا دموکرات در یک جامعه بود که استبداد زده بود و حتی کسانی که دم از آزادی و دموکراسی میزدند اما خودشان به هیچ وجه منش و روش دموکراتیکی نداشتند، مهندس بازرگان از معدود کسانی بود که ضمن اینکه در نظریه طرفدار دموکراسی و نظام دموکراتیک بود، در عمل شخصی و در مناسبات و روابط فردی خود شخصیت یک دموکرات واقعی رو به نمایش میگذاشت و از این جهت باز به گمان من شخصیت مهندس بازرگان جزو معدود شخصیت های ایرانی معاصر هست که فقط اکتفا به ارائه نظریه دموکراتیک و طرفداری سیاسی و فکری از آزادی و دموکراسی نمی کرد، بلکه در عمل نیز می کوشید که اونها رو محقق بسازه و به اون شعارها و اصول پایبند باشه. بازرگان در قرن بیستم با همه این عرض کنم که تحولات و مخصوصا با اون سلطه‌ای که اندیشه سوسیالیسم بر جهان غرب بر همه جهان پیدا کرده بود، مخصوصا بر جهان سوم، چون راه رو گم نکرد و همچنان اسلام رو و دموکراسی رو که با هم عرض کنم که در تضاد نمی‌دید و اون رو به خوبی فرا گرفته بود، هم اسلام رو فرا گرفته بود و هم دموکراسی رو از غرب فرا گرفته بود، این دو رو با هم نزدیک و همراه و متحد میدونست و در این جهت تا آخر عمر بدون عرض کنم که هیچ تزلزلی در نوشته ها و رفتار و گفتار و مواضع سیاسی به کارش ادامه. اون چیزی که در مورد مهندس بازرگان خیلی مسئله عمیق و به صورت بارز مطرح بود، مسئله دموکراسی بود که در همون نوشته های اولیه‌شون که در سال 28 که رایت ایشون چاپ شد تا آخرین سخنرانیش که یک ماه قبل از فوتشون در انجمن اسلامی و مهندسین در جشن مبعث ایراد کردن و چند هفته قبل از فوتشون هم یه مقالاتی رو نوشتن و به روزنامه که اون هوایی دادن، میدونی که از مسئله دموکراسی به شدت دفاع میکنه، تا جایی که وقتی به نظر من نام مهندس بازرگان به گوشم میخورد به رابطه کلمه دموکراسی مطرح میشد، یا هر جایی که کلمه دموکراسی مطرح میشد نام مهندس بازرگان به ذهنم میومد، به طوری که مهندس بازرگان مساوی با دموکراسی شده بود که این رو توی نوشته های اولیه و نوشته های آخریشون کاملا مشخصه. در زمینه سیاست ایشون معتقد به دموکراسی بودن و این دموکراسی را در معتقدات مذهبی خودشون هم اعمال می کردن و در واقع معتقد به حاکمیت عقل و آزادی اندیشه بودن و در همه زمین ها اینو به کار می بردن. از ویژگی مهندسم این بود که من اینو بارها گفتم، یه وقت هستش که در مقام شجاعت و اصطلاح مبارزه شما با یک مثلا قلدری با یک دیکتاتوری مستبدی رو برو هستین، خب هرچی مقاومت کنید و یا مخالفت کنید تا
طبعا ضرباتی هم یه خوره هزینه هایی براتون داره. این خب این هزینه ها درسته که شما تحمل هزینه ها رو میکنید، ولی که از اون اعتبار آبروتون تو مردم میره بالا، مردم شما رو تجلیل میکنن، ستایش میکنن. اما یه وقت هستش که گفتم دیکتاتوری جو بدتر از دیکتاتوری فرد و گروهه. دیکتاتوری جو اینجوریه که اگه کسی جلوی جو بیسته، همون تو خود مردم بدنام میشه و این بدنامی گاهی تا آخر عمرش هست. بعد از مرگش ممکنه تازه مردم بفهمن که اشتباه کردن. من این نکته که عرض میکنم خدمتتون از همون سالهای 41-42 بود که در واقع این کتابی بود مرحوم کندی نوشته بود که اون موقع که تازه اومد بود رو کار، این کتابش هم ترجمه شده بود، پخش شده بود به اسم سیمای شجاعان. این تو اون کتاب سیمای شجاعانش حتما آقای رجایی خوندن. تو اون کتابش ذکر چند تا از شخصیت‌های امریکا رو میکنه که اینا در دوران حیاتشون یه نظریاتی داشتن، حرفایی میزدن و این حرف مورد مخالفت جو اون روز بود، خیلی بدنام شدن، تا آخر عمرشون دیگه همینطوری خانه‌نشین بودن و اینا. ولی بعد از مرگشون معلوم شد که اینا راست میگفتن، جو اشتباه میکرده. من این ایده رو از اون گرفته بودم. مهندس بزرگراه اهل این بود. مثلا در سال 1357 که اوج احساسات انقلابی مردم بود، ایشون پنهان هم نمیکرد، همینجور میگفت که من میخوام شتاب انقلاب رو بگیرم، انقلاب باید بشه، رژیم هم عوض بشه یا شاه هم عوض بشه، ما تا این سنگر به سنگر بریم جلو، پله به پله بریم جلو. و بعد از استعفای مرحوم مهندس بازرگان، وقتی که دید نمیتونه هماهنگی‌های لازم رو با اعضای شورای انقلاب نداره، خیلی راحت استعفا داد و کنار رفت. و این کنار رفتن معرف این بود که هیچ موقع دلی به مقام و شغل خودش ندوخته بود، بلکه هدف خدمت به مردم ایران و اسلام و انقلاب بود. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، خواهر و برادر، تهرانی و شهرستانی، خیلی بزرگترین شاد صدمه‌ای که به ما و ناراحتی و خستگی که پیش می‌آمد همین تعدد مراکز تصمیم گیری، تعدد بازخواست کردن‌ها، دخالت کردن‌ها و عواملی که عمل می‌کنه، اثر می‌کنه. منتها بعد شب که خونه می‌آمدیم یا آخر هفته می‌گفتیم خب این لازمه دوران انقلابه، قسمت ما اینه، ولی یواش یواش و انشالله خوب میشه، انشالله نخواهیم مرد و زنده خواهیم موند، انشالله میبینیم اون روزی رو که مملکت بالاخره تکلیفش معین باشه، مجلسی داشته باشه، در برابر مجلس دولتی رو معین بکنه، مردم هر حرفی دارن، هر خواسته‌ای دارن، هر ایرادی دارن، هر درخواستی دارن، هر نظری، اینها از طریق انتخابات و مجلس، انتخابات وکلا بیارن مجلس، مجلس هم طبق نظر اکثریتش دولتی رو معین کنه، این دولت هم تکلیف خودش رو بدونه، اولا قانون اساسی جلوش باشه، قوانین و مقرراتی از مجلس گذشته باشه این قوانین رو جلوی روی خودش بذاره و بعدم بازخواست کننده همون مجلس باشه و هر وقت اکثریت مجلس گفت برو اینم بره، هر وقت هم گفت بمون بمونه و یک حکم، یک خدا در مملکت و یک قانون و یه مجلس و یه دولت و یه محور. این آرزویی بود که شب وقتی سر می‌ذاشتیم به رخت خواب این بود که انشالله چنین روزی باشه. و حالا خیلی متاسفم که بعد از 9 ماه که می‌خوایم بریم این آرزوی ما تحقق پیدا نکرده، بلکه با نگرانی هم توأمه و اون نگرانی این است که می‌بینیم با این مجلس بررسی قانون اساسی و تغییرات عمیقی که در قانون اساسی دادن، بیم این میره که بعد هم باز مملکت، مملکت چند قطبی باشه، مملکتی باشه که باز کسی تکلیف خودشو ندونه، عوامل متعددی روی دولت و روی مسئولین عمل بکنه، قطب اداری، قطب اجتماعی، قطب سیاسی، قطب دینی، قطب نمیدونم اقتصادی. و این بزرگترین با ما با این نگرانی بزرگ ترک میکنیم که
مملکت